جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا در کتاب جنجالی خاطراتش از دوره ای که در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا کار کرده است، در لابلای کتاب خود از ناراحتی آقای ترامپ درباره افغانستان به ویژه روند مذاکرات با طالبان بارها یاد کرده است. جان بولتن فصل از این کتاب را تحت عنوان از مأموریت ضد تروریسم در افغانستان تا کمپ دیوید به افغانستان اختصاص داده و در بخشی از آن نوشته است: دونالد ترامپ همیشه اشرف غنی را با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اشتباه می گرفت. ترامپ در اگست 2017 استراتژی خود را درباره افغانستان و پاکستان اعلام کرد که گفته می شد بعد توصیه جنرال ها تهیه شده بود. در کتاب آمده است که آقای ترامپ آن استراتژی را بعدا اشتباه خوانده و گفته که ما همه چیز را باخته ایم. یک شکست کامل بود. این همه اسراف شرم‌آور است. این همه تلفات. از حرف زدن درباره آن متنفرم. من انتخاب شدم که از افغانستان و بازی جنگ ها خارج شوم. بولتن نوشته که ترامپ جنگ افغانستان را از خود نمیدانست و در یک جلسه گفت هرچی بیشتر وقت بگیرد این جنگ بیشتر جنگ من می شود. من جنگ باخته را خوش ندارم. حتی اگر جنگ را ببریم هیچ چیز به دست نمی آوریم. که در پاسخ جنرال ماتس وزیر دفاع وقت گفت که از روزی که وارد اداره شدید این جنگ شماست. بولتن نوشته ترامپ بلافاصله جواب داد که از روز اول که وارد کاخ سفید شدم باید به جنگ افغانستان پایان می دادم. بولتن می گوید ترامپ خشمگین بود، از تلف کردن وقت خروج ناراحت بود. در جای دیگر ترامپ از خلیلزاد انتقاد می کند. آیا امضای توافقنامه با طالبان ارزش دارد؟ در کتاب آمده که تا اواخر 2018 افغانستان بدون شک یک نقطه دردناک در گلوی ترامپ بود. ترامپ معتقد بود که به جنرال ماتس وزیر دفاع سابق تمام صلاحیت ها را برای تمام کردن کار طالبان داده بود، مانند پایان دادن به دولت اسلامی داعش در عراق و سوریه. در عراق و سوریه اهداف تعیین شده به دست آمده بود، اما برعکس در افغانستان هدف قابل رؤیت نبود و همه چیز به طور غیر قابل انکار به سمت غلط پیش می رفت. مشاور پیشین امنیت ملی امریکا می گوید که او در پی پاسخ به 3 سوال بوده: آیا بعد از خروج امریکا از افغانستان حکومت این کشور سقوط خواهد کرد؟ و اگر پاسخ بله باشد تا چه زمان ممکن است سقوط کند؟ او نوشته در یکی از جلسات ترامپ گفته بود که من می خواهم غنی هم اینجا بیاید و طالبان هم، قبل از امضای توافقنامه این کار را بکنیم و می خواهم قبل از امضا ببینم، نه فقط یک تلفن. ترامپ کاملا با من در مورد این که توافقنامه با طالبان را خودش امضا نکند موافقت نداشت، اما او اگر امضا میکرد یک ریسک یا خطر واضح سیاسی را میدید. آقای بولتن میگوید ترامپ پرسید پیروزی در افغانستان چیست؟ جنرال ماتس وزیر دفاع سابق امریکا در پاسخ گفت که یعنی ایالات متحده از این کشور با عمله مواجه نشود. آقای بولتن نوشته هیچ راهی برای اعتماد به طالبان و اجرای مکانیزم ها وجود ندارد. او میگوید ترامپ در جلسه در کاخ سفید درباره قطعنامه صلح امریکا و طالبان پرسیده آیا این توافقنامه قابل فروش است؟ و من گفتم فکر نمی کنم. سپس ترامپ جلسه را کنار گذاشت و گفت که می خواهم با طالبان صحبت کنم. بگذارید با واشنگتن بیایند. جان بولتن می گوید او و سایر مشاوران می دانستند که در پی دستیابی به 2 هدف در افغانستان استیم. اول پیشگیری از ظهور مجدد دولت اسلامی و القاعده و تهدید تروریستی علیه امریکا و دوم تداوم نظارت علیه برنامه های استعی ایران در غرب و پاکستان در شرق این کشور بود. جنرال ماتس گفت داعش در افغانستان است، اما ترامپ گفت آنها را به روسیه واگذار کنید. ترامپ گفت یک آدم احمق به نام جورج بوش این کار را کرد. با توجه به این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بر اساس شهادت جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در کتاب جدیدش به آقای زلمه خلیلزاد یکی از دیپلماتان برجسته حزب جمهوری خواه این کشور شایعات خطاب کرده، اما بر اساس برخی از ابراز نظرها بعد از نشر این کتاب در اداره دونالد ترامپ سایر مقامات نسبت به آقای خلیلزاد چنین نظر ندارند و حتی مورد اعتماد مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا نیز است که یک ماموریت مهم را در افغانستان به او واگذار شده است. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی.